سید مختار که دو روز پیش قرار بود در کندز با یک واسکت انتحاری بر یک مراسم عروسی حمله کند، میگوید که طالبان در حدود 5 سال پیش بر خانهشان در ولسوالی 4 دره کندز حمله کردند و پدر و مادرش را در پیش چشمهایش کشتند و او 2 برادر و 2 خواهرش را با خودشان بردند. سید مختار میگوید که در این سالها طالبان به او و برادرانش جاوید و قاسم آموزش‌های حراس افغانی میدادند. مرا واسکت انتیاری را به من پوشاندن که برو در هتل یا عروسی توی از در اوجا انفجاری که ما آمدم در دریا به مخده انداختم دیگه 5000 پر هم دادم 5000 پر صدقه دادم به پلیس خدا تسلیم کردم آدم. سید مختار میگوید که یک برادرش در حدود 2 سال پیش و برادر دومیش نیز در حدود 1 ماه پیش برای اجرای حمله های انتحاری به کابل رفتند، اما از خواهرانش که یکی 10 ساله و دومی 8 ساله بودند هیچ اطلاعی ندارد. پیش مال مصطفی بودم، پیش مالی که ساخت سازی انتحاری بود با جونگگی در آموزش که برادرای مرا انتحاری چون میکرد بین اونا دیگر ممکن ده ها نوجوان و ده ها خانواده را تباه کرده باشند، نوجوان های از اوها تربیت انتحاری و عملات توریستی داده باشند و اونا را به میدان های جنگ سوق کرده باشند. به گفته مسئولان امنیتی بیشتر مهاجمان انتحاری نوجوانان و کودکانی هستند که از سوی طالبان آموزش دیدند، اما طالبان درباره ادعای این کودک و نیز مقام های امنیتی کندز چیزی نگفتند.